دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. من امروز در خدمت شما هستم با آموزش مرغ شکمپر. مرغ شکمپر یکی از بهترین غذاهای ما ایرانی ها هستش که در مهمانی ها مجالس خیلی ازش استفاده میکنیم و این مرغ به روش های مختلفی تهیه میشه. شما میتونید شکم این مرغ رو با مواد مختلفی پر کنید. یکی از روش هایی که امروز من میخوام به شما یاد بدم اینه که میتونید با آلو، زرشک، کشمش و مواد مقوی اون رو پر کنید، ولی بعضی ها دوست دارن که اون رو با سبزیجاتی مثل فلفل دلمه ای، پیاز و هویج شکم اون رو پر کنن. من روش اول رو انتخاب کردم و امروز سعی میکنم که اون رو به شما آموزش بدم. قبل از اینکه مواد لازم رو خدمتتون معرفی کنم، اگر کانال ما رو سابسکرایب ندارید همین الان دکمه سابسکرایب رو فشار بدید، زنگوله کنارش رو هم همینطور، تا از آموزش های جدید ما در آینده در اسرع وقت مطلع بشید و اگر این فیلم رو مفید واقع دونستید برای دوستانتون هم شیر کنید. بریم ببینیم که این غذای خوشمزه به چه مواد اولیه‌ای نیاز داره. مواد لازم برای تهیه مرغ شکمپر. برای تهیه مرغ شکمپر به هر تعدادی که دوست داشتید میتونید مرغ آماده کنید. بهترین کار اینه که از مرغ‌های کوچیک استفاده کنید که گوشتشون لذیذتر باشه و سریعتر بپزه. مرغی که میخواید درست کنید حتما باید مرغ کامل باشه، پوستش رو جدا نکنید، چون ما بعد میخواییم شکم این مرغ رو با موادی که در نظر داریم پر کنیم و بعد پوستش رو با سوزن و نخ بدوزیم. بنابراین شما به مرغ کامل نیاز دارید. من 2 عدد مرغ کوچیک تهیه کردم که میخوام امروز براتون آماده کنم. 4 قاشق غذاخوری ربع انار، 2 قاشق غذاخوری جعفری یا گیشنیز خرد شده، 1/2 استکان آب زعفرون، 1/2 لیوان کشمش، 1/2 لیوان زرشک، 15 تا 20 عدد آلوی ورقانی، 1/2 لیوان برنج که اون رو آبکش کردیم، به میزان کافی روغن، 2 عدد پیاز متوسط، ادویه شامل نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز و پودر زنجبیل و 2 عدد تخم مرغ آبپز برای تزیین. خب عزیزان، برای شروع کار من کلیه ادویه‌جات رو که دارم خوب با هم مخلوط میکنم. خب برای شروع کار من مرغ‌ها رو خوب شستم، اونا رو میذارم که آبشون بره، بعد با یه دستمال آشپزخونه کلیه آب داخل شکمشو و بیرون شکمشو میگیرم، تمیز میکنم، سعی میکنم که آبی داخل شکمش و بیرون از بدنش وجود نداشته باشه. خب ادویه‌جاتی رو که ما با هم مخلوط کرده بودیم رو الان با دستمون برمیداریم، به سطح خارجی این مرغ ها میزنم. علاوه بر اینکه به سطح خارجی مرغ ها میزنم، یه مقداریش رو هم به داخل شکم مرغ میمالم. میخوام این مرغ ها مزه دار بشه. سطح روی مرغ، همینطور سطح پشتی مرغ رو از این ادویه‌جات میزنم. خوب هر دوتا مرغ رو که دارم همین کار رو باش انجام میدم. ادویه‌جات یه مقداری هم آب زعفرون داشتم، این آب زعفرون رو هم به همه جای مرغا میزنم. اگر یادتون باشه ما 2 عدد پیاز داشتیم، یکی از پیازا رو هم به صورت خلال در میارم روی مرغا و داخل شکمشو میزنم و پس از این که این کارو کردم، خب پس از این که
پیازا رو ریختم داخل شکم مرغ و اطرافش، حالا با یه سلفون روی سطح مرغا رو میپوشونم. و وقتی که کاملا سطح مرغا رو با سلفون پوشوندم، حالا به مدت چند ساعت این مرغا رو میبرم داخل یخچال تا با موادی که داره مرینت بشه و بوی زهم مرغامون تا اندازه‌ای گرفته بشه. خب پس مرغای ما الان آماده است، به مدت 2 ساعت میره داخل یخچال. خب عزیزان، تا مرغمون داره مرینت میشه و آماده میشه، ما مواد داخل شکم مرغ رو آماده میکنیم. یه ماهیتابه انتخاب میکنم، مقدار کمی روغن بهش اضافه میکنم، اجازه میدم که روغنا گرم بشن. خب یه عدد دیگه پیاز من داشتم، اون مابقی پیازا رو هم به صورت خلال خرد کردم یا به صورت نگینی، هر جوری که شما دوست دارید میتونید اونا رو خرد کنید و فعلا اجازه بدید که سرخ بشه. خب پیازامون که در همین حد سرخ شد، حالا اونا رو به یه بشقاب منتقل میکنم. حالا تو همون ماهیتابه‌ای که داشتم مقدار خیلی کمی روغن اضافه میکنم. اگر یادتون باشه ما کشمش داشتیم، کشمش ها رو میریزم داخل ماهیتابه. کشمش ها رو از قبل خوب شستم، کاملا تمیزه. کشمش ها رو فقط تفت بایستی بدیم، نبایستی خیلی سرخشون کنیم. خب در همین حد کافیه. حالا زرشکم رو هم اضافه میکنم. زرشکا رو هم تفت میدیم. حالا نوبت آلوهاست، آلوها رو هم اضافه میکنم. نصف پیمانه برنج داشتم که اونا رو به صورت آبکش در آورده بودم، به این مواد اضافه میکنم. یک سوم از ادویه‌جاتی رو که داشتم نگه داشتم برای مواد داخل شکم مرغ که الان اضافه میکنم. خب این موادی که ما میخواییم بذاریم داخل شکم مرغ فقط قابل خوردن، خیلی خوشمزه است، پس نیاز به طعم دهنده و ادویه داره. خب الان به اندازه چند تا قاشق غذاخوری ما جعفری یا گیشنیز داشتیم که اضافه میکنیم به برنجا و موادی که داخل ماهی تابه ریختیم. اونا رو خوب با هم مخلوط میکنیم. پیاز داغایی رو هم که درست کرده بودم و داخل یه بشقاب نگه داشته بودم الان به موادم اضافه میکنم. خوب با هم مخلوط میکنم. من به اندازه 4 تا قاشق غذاخوری رو به انار داشتم، 2 قاشقش رو به این محتویات اضافه میکنم و الان دیگه گاز رو خاموش میکنم. خب این مواد برای داخل شکم ما آماده است. شما اگه دوست داشتید میتونید مواد دیگه هم بهش اضافه کنید، مثلا خلال بادام، خلال پسته، مغز گردو، هر چی که دوست داشتید شما میتونید اضافه کنید. این مواد به دلخواه میتونه کمتر یا بیشتر بشه. خب مواد داخل شکم مرغ آماده شد، من میذارم کنار
تا مرغمو از یخچال بیارم بیرون و داخل شکم مرغو با این مواد پر کنم. خب عزیزان، بعد از 2 ساعت مرغای ما مرینت شده، از یخچال بیرون میاریم. سلفون روشو برمیدارم. پیازایی رو که اطرافش از کنارش و داخل شکمش در میارم، جدا میکنم اینا رو. خب عزیزان، من پیازا رو از بیرون و داخل شکم مرغ جدا کردم و الان مرغمون آماده است که من شکمش رو با موادی رو که آماده کرده بودم پر کنم. داخل شکمش رو باز میکنم، موادی رو که داشتم به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنم، نصفش رو میریزم داخل این مرغ. این مواد بسیار خوشمزه‌ای هستن، خیلی هم پرخاصیتن. خب نصف دیگه از موادی رو که داشتم داخل مرغ کناری قرار میدم. خب داخل شکم این دوتا مرغ رو با این محتویاتی که آماده کرده بودیم پر کردیم. الان با یه سی شکم مرغ ها رو ببندیم. برای این کار من یه سوزن و نخ آماده کردم. سعی کنید از یه سوزن بزرگ استفاده کنید و یه نخ تمیز. بعد شروع میکنیم به دوختن شکم مرغ ها. خب من از این قسمت بالا شروع میکنم به دوختن. خیلی نخش رو زیاد محکم نکشید، چون که میتونه پوست مرغا رو پاره بکنه. کوکای درشت میزنیم و این دوخت رو تا آخر ادامه میدیم. خودتون با دستتون دو طرف پوست مرغ رو جمع میکنید و شروع میکنید به دوخته. این دوخت رو تا پایان ادامه میدیم. اگر این دوخت رو انجام ندید، موقع پختن محتویات داخل شکم مرغ ممکنه بیاد بیرون. ما برای همین این دوخت رو انجام میدیم که محتویات داخل شکم مرغ ازش بیرون نیاد. بعد از پختن هم این نخ رو ازش جدا میکنیم. خیلی راحت جدا میشه. خب دوختمون که تموم شد، من نخ رو جدا نمی کنم. دو تا پای مرغ رو شروع می کنم با این نخ، با اضافه این نخ دورش می پیچونم. چون می خواهم مرغ ها در اثر پخته شدن پاهاشون از هم باز نشه و فرم خودشون رو حفظ کنن. پس می بینید من دور تا دور این پاهای مرغ رو با نخ می بندم به این فرم آمادش میکنم و حالا بعد یه گره میزنم و نخ رو ازش اضافهش رو جدا میکنم. کار ما با این مرغ تموم شد. ببینید همونطور که میبینید شکم مرغ رو دوختیم، پاهاش هم با نخ گره زدیم، بستیم و این مرغ الان آماده است. اون یه دونه مرغ دیگه رو هم من به همین ترتیب آماده میکنم. خب عزیزان، میبینید که من شکم دوتا مرغ رو دوختم، پاهاشون رو هم بستم و آمادن که برن داخل ماهیتابه تا بپزن. ماهیتابه هایی که شما میتونید انتخاب کنین، میتونید از نوع پیرکس انتخاب کنین یا از این ماهیتابه های آلومینیومی که من تهیه کردم. این ماهیتابه های آلومینیومی به خاطر اینکه گودترن، من فکر میکنم مناسب تر باشن، چون بعد این مرغ ما آب باز میکنه و جای کافی داره که به اصطلاح با آبش این مرغ ها کاملا پخته بشه. خب من این ماهیتابه رو جدید خریدم، برگش رو جدا میکنم. اینا مخصوص همین کار هستن.
این ماهیتابه رو من میشورم و مرغا رو میذارم داخلش. خب اگر یادتون باشه من 4 قاشق رو به انار داشتم، 2 تاشو به مواد داخل شکم مرغ زدم و حالا 2 قاشق دیگه رو هم به سطح خارجی مرغا میزنم. این رو به انار دلخواهه، اگر شما دوست داشتید میتونید حذفش کنید یا رو به گوجه بزنید یا نه اصلا بدون رب درست کنید. من سعی میکنم تمام بدن این مرغ رو با این رب آغشته بکنم. یه مزه خیلی خوشمزه و طعم بسیار عالی به مرغ ما میده. خب تمام سطح مرغ رو من با رب انار آغشته کردم. حالا پیازایی رو که از اطراف مرغ جدا کرده بودم کنار مرغا میریزم. اگر دوست داشته باشید میتونید هویج یا آلو هم کنارش بذارید، ولی من دیگه این کار رو نمی کنم. خب این مرغ ما آماده است. قراره که این مرغ بره داخل فر برای پختن. برای همین من روی سطح مرغا رو با کاغذ فویل یا کاغذ آلومینیومی میپوشونم. کاملا روش رو که پوشوندم بعد میره داخل فر. خب سطح مرغ رو با کاغذ آلومینیومی پوشوندم. حالا این مرغ میره توی طبقه وسط فر در دمای 350 درجه فارنهایت یا 180 درجه سانتیگراد به مدت 2 تا 3 ساعت. خب عزیزان بعد از 2 ساعت ما میخواییم به غذا سر بزنیم. کاغذ فویلش رو از روش کنار میکشم. خب با یه دونه چوب کباب من میکنم داخل گوشتش. میبینم که نرم شده. تقریبا 2 ساعت من این غذا رو داخل فر گذاشته بودم. اگر مرغای شما بزرگ هستن با یه سی زمان پخت بیشتری براش بذارید، یعنی تا 3 ساعت هم جا داره. خب اگر دقت کرده باشین من هیچ آبی داخل این غذا نکردم. این آبی که داخل خود ظرف جمع شده آبی هستش که از خود مرغ ایجاد شده و با همین آب خودش پخته شده. خب من میخوام یه مقداری روی سطح مرغم طلایی بشه، بنابراین گریل بالای فر رو روشن میکنم تا یکم روی مرغمونم طلایی بشه. در این حد که طلایی شد کافیه، من اونو از فر خارج میکنم و میبرمش که آماده کنم برای سرو کردن. خب خیلی با احتیاط با یک کفگیر و یک چنگال مرغا رو بلند میکنم، میذارم به ظرفی که میخوام سرو کنم، انتقالش میدم. خب الان نخی رو که با شکم مرغ رو دوخته بودم ازش جدا میکنم، از دور پاهاش باز میکنم. خب الان نخو شروع میکنم به کشیدن. ببینید خیلی راحت از پوستش جدا میشه. همینطور اون یکی رو هم به همین ترتیب جدا میکنم. خب عزیزان مرغ شکم پر ما آماده شده. من اون رو با سبزیجات تزیین کردم. 2 عدد تخم مرغ آب پز رو هم که داشتم برای تزیینش استفاده کردم. جلوی شکمش قرار دادم. آب حاصل از پخته شدن این مرغ رو هم من داخل یه ظرف قرار دادم. کنار غذا میذارم که اگر کسی دوست داشته باشه میتونه این آبش هم استفاده بکنه. حتی اگر دوست نداشتید میتونید آب این غذا رو برای سوپ و یا خورشتا استفاده کنید. این غذا غذای بسیار خوشمزه‌ای هستش، بسیار لذیذه برای خودتون و برای مهمانی ها. غذای بسیار لذیذی هستش که در کنار برنج میتونید سروش کنید. امیدوارم که این غذای خوشمزه رو توی خونه هاتون درست کنید، در کنار عزیزانتون میل کنید و لذت ببرید. تا آموزش دیگه خدا نگهدار.